یکی از وزیرای اینها که خودش سردار سپاه بوده، توسط ارتش شاهنشاهی هم آموزش یافته، همین حرفای ما رو اومده زده. اومده و میگه که آقا تاریخ اسلام پر از قتل و خون و جنایته. اسلام که اومده با جنایت اومده. یارو الان هم وزیره چه این حرفی میزنه؟ این قشنگ، این نشانگر این هست که اینها فهمیدن که سپاه و ارتش شاهنشاهی داره میاد و اینها اگه میخوان بمونن و اگه از ایران میخوان پدافند کنن، بایستی با بینش و خرد درست ایرانی آریایی اوستایی پیش برن. پس از اسلام اونقدری که بنی امیه و بنی عباس جنایت کردن و آثار جنایتشون هست، پادشاهان تاریخی ایران نکردن. اگر در ذات یک حکمران ظالم اینه که عدالت رو زیر پا بذاره ظلم کنه، اصلا قابل مقایسه نیست ظلم خلفا و حکمرانان دوره اسلامی پس از اسلام. همه که حکومت کوتاه امیرالمؤمنین نبوده که فقط یه ماکتی از عدالت اسلامی مطرح بشه که بدونن الگو چیه. بقیه رو ببینید کجا رفتن. بابا موحد بودن، اهورامزدا هم قبول داشتن، تخت جمشید هم که میدید من در حد مطالعات خودم توضیحات همکارانمون رو میشنوم، چقدر نشانه های یکتاپرستی و وحدت و یگانگی داریم میبینیم. قبل از اسلامه اونقدری که بنی امیه و بنی عباس جنایت کردن و آثار جنایتشون هست، پادشاهان تاریخی ایران نکردن. حالا این رو که شنیدید، این صحبت ها رو وزیر این نظام پلید، شما میدونید که اخیراً با درگذشت ملکه الیزابت یه جنجال را افتاد. این جنجال هم خیلی خوبه که اول برنامه من بهتون بگم خوب گوش کنید که تحت تأثیر تبلیغات قرار نگیرید. ایشون برای مملکت خودش و کمتر از 100 کشور در جهان که امپراتوریش حاکم هست ملکه بود، میرسید از گوشت و پوست و خون ماها کنده توی سالها به اینها داده، ولی برای ما نبود، برای سرزمین هایی که تحت فرمان روایی خودش بوده ملکه بود. الان شما در انگلستان، کانادا، استرالیا و جای دیگه که وابسته به انگلیس هست، مشکلاتی که در دیگر کشورهای حتی غربی هست اونجا نیست، از نظر پزشکی، از نظر خدمات، از نظر چه پاکستانی، هندی اونجا میتونه بیاد بالا شرطلر بشه، چه بشه پزشکی برای همشون تأمین هست و غیره و زندگی خوبی دارن. برای خود اونها خوب بوده، برای ما هاست که از ما کندن. لذا ما دشمنی، اونجور دشمنی که بخوایم چه بکنیم نداریم. ما میگیم آقا رهبران ما باید مثل اونا کار کنن، قبل از اینکه به بیگانه بپردازن باید مثل ملت خودشون بپردازن، قبل از اینکه بخواد برن فلسطین و لبنان و عراق و آفریقا و اینها رو چه بکنن، باید مردم سرزمین خودشون رو به نواحی برسونن. این گزارش رو که شما ببینید در رابطه با مرگ ملکه انگلیس، خیلی از مسائل رو در ذهنتون حل میکنه که باز ببینید هر چه باشه اینها خواهان نابودی ما بوده و هستن. ببینید اینا. یک بار دیگه میخوام به آگاهیتون برسونم که انقلاب رو ما نکردیم. انقلاب سیاه کار استعمار بود. استعمار روس و انگلیس با کمک تازیان منطقه محمد رضا شاه رو سرنگون کرد. برای درک صحیح این مسئله بارها سیاوش اوستا صحبت کرده، اسرار مگوی بسیار رو به شما گفتم. قنانی که و برنامه و پروژه‌ای که نیکسون برای ایران داشت و بعد انگلستان با این پروژه مخالفت میکنه، بعد انگلستان میگه شاه نبایستی مقتدر باشه در منطقه و جهان و عربستان رو میخواد قدرت بده، این رو ببینید و بشنوید. انگلیسی ها تلاش های شاه برای تبدیل ایران به قدرت برتر خاورمیانه رو تهدیدی برای منافعشون در کشورهای خلیج فارس میدونستند و بر حضور قدرتمند عربستان سعودی به منظور ایجاد توازن قدرت در برابر ایران اصرار داشتند. نکته دیگه که بایستی توجه بکنید اون اینه که ببینید فیلم دوم رو بشنوید که چرا محمد رضا شاه باید سرنگون بشه. پادشاهی که داره به عظمت و شوکت ایران میاندیشه و قاطع میگه ما دیگه نفتمون رو به کنسرسیون انگلیس نمیدیم، به ما خیانت کردن تا این سالا و ما به اینها نفت نمیدیم. این رو هم ببینید، خواهش میکنم. قرارداد ما
نفت خود را با کنسرسیوم در سال 1979 یعنی 6 سال پیش جریان بریتانیا رفتن خانم الیزابت بایستی ما هم حتما یک مطلبی در این رابطه منتشر کنیم. عزیزان من، تنها ما ایرانی ها نیستیم که با بریتانیا و انگلستان مشکل داریم. میدونید که بریتانیا یعنی همین انگلستان یه زمین بر یک چهارمش حکومت کرده و میکنه، قبلا مرعی، الان در بخشی از جاها نامرعی، و تقریبا 50-60-70 کشور اصلا همسو، میگن کشورهای همسو زیر پوشش استعمارش هستن و پولش اونجا منتشر میشه، ایشون شاه اونجاست. حالا کانادا که رسمیت داره، آفریقای جنوبی، استرالیا، جای دیگر که میشناسید، کشورهای فراوان دیگه هست در این ور اونور دنیا مثل موزامبیک، کامرون و غیره، و حتی جایی مثل هند رو که ترک کرده، مثل عربستان و کشورهای عربی رو که ترک کردن، ولی اینا تیکه تیکه کردن یا مثلا خود ایران رو، منافعشون همچنان در اونجا تامینه. اما در رابطه با کشور خود ما، من میخوام به آگاهیتون برسونم که اینها از همون قدیم، عزیزان من، از قدیم که ما بیاد داریم صفویه رو اینها میسازن، با صفویه تشیع نوین رو ارائه میکنن، تشیع خونین برای اینکه با عثمانی ها بجنگه، و این قضیه ادامه داره. من در کتاب های مختلف خودم که در من با خدا رسیدم میتونید بخونید، اونجا ثابت میکنم که اصلا سازمان و تشکیلات کنونی روحانیت شیعه هم انگلستان میسازه و نام و واژه های آیت الله و حجت الاسلام سقط اسلام هم اینها میآفرینند، و بعد بودجه اینها رو میگن مردم خونسوز و کات میدن. یک دروغ بزرگ، من بارها در این باره صحبت کردم، بازم صحبت خواهیم کرد، میتونید آرشیو ما رو گوش کنید. اینها پول هایی که از خود ما در می آوردن، الان میگن تحریم، پول ما رو میگیرن، قبلا به گناه دیگه که استعمار وجود داشته توی کشور خودمون، پول خود ما رو دادن، این حوزه علمیه و آخونده رو ساختن، و بعد هم میگن وجوهات. اصلا وجوهاتی در کار نیست. اگر مردم ما 10,000 یورو، 10,000 یورو یا دلار وجوهات بدن، اینا 100 میلیون میزنن روش در سال، توزیع میکنن، و توزیعش هم فقط برای مراجع تقلید حوزه ها نیست، حتی توسط آدمای فوکل کرواتی که دین و ایمونی هم ندارن، که به خمینی کمک کردن به انقلابش، که اون گفت من وجوهات میدم، دروغ میگفته، نه وجوهات هم، اینم تأمین بودجه بود که همین تشکیلات ساخت. به هر حال الان هم که شما میبینید خود اینها تأیید ترور و تروریستی رو کرده، این ملکه هر کی رو هر جوان خواسته دستور داده کشتن. میگن آقا ملکه هیچ کار از اونجا، خب آقا هیچ کار از یه بار لاغر تو تمام عمرش میومد یه اعلامی میداد در مورد قتل عام مردم ما، در مورد کشتن مردم ما، در مورد اعدام و فشاری که به 124,000 نفر فقط سال 60 خمینی کشت، کوچکترین اعتراضی کسی نکرد. خانم ملکه در طی 72 سال حکومتش 4 تا سخنرانی خارج از برنامه کرد، هیچ کدوم از اینام در رابطه با حقوق بشر و انسانیت اینا نبود. میتونید نظری بده که، ولی باید بدونید مثل خود سازمان ها و تشکیلات سری که بریتانیا داشته، اینها فرمان ها و دستورات و اقدامات محرمانه و مسکوت است. در ملای عامشون صحبت نمی کرد. و همین شما این فیلم جیمز باند، این شما دارم این فیلم جیمز باند، آخرین فیلم جیمز باند در آخرین سالهای ملکه بیاد تأیید میکنه جیمز باند رو. جیمز باند چیه؟ جیمز باند کشتن ملکه است در هر گوشه جهان. آقای رضا بدیعی کارگردان برجسته سینمای جهان که صدها فیلم در امریکا ساخت و میدونید بالاتر از خطر ایشون ساخت، مد 6 میلیون دلاری به ایشون ساخت، خیلی کار دیگه کرد. من در امریکا ایشون افتخار داشتم که ببینمش و اینها،
به جوری کشیدمش کنار، گفتم استاد شما چه خوب بریتانیا رو افشا کردی. و خندید، دستی به سر و گوش من کشید و گفت که استاد خوب گرفتی، تو تنها کسی هستی که خوب گرفتی. گفتم چطور؟ گفت من که نمیتونستم هفتی رو بکشم و کار کنم و مبارزه کنم. رسیدم من وقتی از عراق، عراق شهر عراق اومدم اینجا به امریکا، شروع کردم به تحصیلات اینا و از وقتی فیلم ساختم همین به بالاتری از خطر شروع کردم و نشون میدم که با رندی با بریتانیا مبارزه کردم، با رندی نشون میدم که چگونه در سر تا سر جهان میرن اقدامات مسلحانه انجام میدم. و شما عزیزان من این را بدانید که این آخرین فیلمش تایید جیمز بوند بود که ملکی میاد درش حضور داره و این تایید عملیات جیمز بوند، تایید عملیات تروریستی به نفع حقوق بشر و انسانیت و این هم که نیست که به فکر منافع مالی خودشون هم و به نفع منافع مالی خودشون و هرچه برام هست تو این سالا اینا آفریدن. رضا شاه بزرگ ما رو سرنگون کردن چون ضد انگلیس بود، محمد رضا شاه چون نفت رو گران کرد و غیره. مطالعه کنید ایزان من بیشتر اطلاع درست بیارید. با بیسومه عزیزم من که روحانیت رو باید بدونن کجا در اومد، سیدی و سیادت از کجا در اومد. حتی اونایی که مسلمان هستن میخوام اینو بهشون بگم که بفهمن و بدونن اصلا اینا سابقه تاریخی از زمان محمد اینا نه. اولا لباس روحانیت رو زبان هارون الرشید هست که ابو یوسف قاضی القضات، من این در کتاب دینداری و خردگرایی 34 سال پیش نوشتم، اونجا در کتاب دینداری و خردگرایی من و قرآن سوریه به سبک پارسی و از میترا تا محمد، این سه تا کتاب اساسیه که بعد اون خدا را در خواب دیدم زار زار گریه میکرد میاد که اطلاعات بسیار به شما میده. ابو یوسف قاضی القضات هارون الرشیده، میگه به هارون الرشید، میگه خلفای عباسی 500 خورده سال حکومت کردن، میگه که آقا ما برای اینکه عوام و خواص ما هم فرقی داشته باشن یک لباس برای عوام درست کن و یک لباس برای خواص. لباس عوام هر کی هر چی دلش خواست میپوشه، ولی لباس علما خواص لباس علما باشه. این لباده و این دستار بر سر اینا رو مشکل کنه. میان سیادت رو میافرنن فرزندان محمد و علی. اصلا سیادت سیدی همونجا مد میشه، یعنی 1100 سال این دین اگه بوده سیدی سیادت نبوده تو ایران. این دکان دکانی که از آن صفویه ساخته میشه. بعد از اون روحانیون، روحانیون تا اون موقع بهش بودن حاجی و یا ملا و یه حرفا. این تشکیلات روحانیون هم با خانواده مجلسی ها میسازه، البته شیخ باها اونجا هست، عالم دانشمنده، ولی باند این باندی میشه که مجلسی ها میسازن و حدیث و روایت اینا و انگلیسی ها اینو تقویت میکنن. بعد میان شعائر کلیسا رو، دقیقاً شعائر کلیسا رو میارن توی جامعه تشیع. این علم بر این علم صلیبه، علم دیدین تو محرم بر میدارن شما تا سوا این صلیبه و بقیه همه چیزای سنتای مسیحی رو میارن و میدن و خلاصه دکون با میکن. این دکون روحانیت که زمان صفحه باز میشه در زمان مشروطیت توسط انگلیس ها به اوجش میرسه. باز اینا رو من نوشتم تو کتابای من خودم در دیرباز، باید برید بخونید و اینجا میخوام مختصر ازش بگذرم. اینها میان اول از همه اون سه تا آخوندی که آخوند اصلی انقلاب مشروطه بودن و توسط روزنامه انگلیسی که تو ایران در میومده میذارن اسمشون آیت الله، چون به شاه میگفتن ذل الله یعنی سایه خدا. اینا میگن ما یه کاری کنیم که عزیز بزنه بالاتر. سقط الاسلام و حجت الاسلام اینا هم درجه بعدی که میاد از زمان مشروطه، قبلش اصلا وجود دو دل سره بتمر جام نخور. میدونم زبون ما رو خوب بلدی، پس برو به ملکه بگو این تاجو
یه زن ایرانی به اسم بی بی مریم بهت داده. اسفندیار خان، این آقایون رو با احترام از این خاک بندازید بیرون. آقا خان هی! دو مورد بسیار مهمی که امروز میخوام در موردش با شما صحبت کنم خیلی مهمه. یکی قتل خود سران نظام جمهوری اسلامی است و یکی مسئله